و مطابق هم کتاب باید بنوازید. شما فکر بکنید که اگر کس دیگه از خود بنوازه، کس دیگه از یک کتاب دیگه بنوازه، کس دیگه از یک کس دیگه، اصلا او هم آهنگی وجود نداره، اصلا هم لذت دیگه نداره، هیچ چیز نداره اصلا. واقعا همه چیز برهم میخورده که متاسفانه امروز در بین مسلمان برهم خورده، برای دیگه تسلیمی را از تسلیمی سرباز دادن. تسلیمی که هستیم ما باید مطابق تسلیم دستورات الهی باید حرکت بکنیم تا همه چیزمون درست باشه. ما معمولا تو ماشینمون یه آدرسی وقتی بهمون میدن رو جی پی اس میذاریم. حالا جی پی اس مگه چیه؟ هزاران نفر دارن خودشون رو هماهنگ با اون هدایتی که از ساتلایت شده، خودشون رو هماهنگ با اون میکنن. جی پی اس به ما میگه چپ برو، راست برو، این میشه تسلیم. بله. یعنی وقتی یه نظاماتی رو پذیرفتیم که این داره درست رهبری میکنه، اینو خود ما درست کردیم، یعنی ما خودمون داریم رهبری هدایت رو سامان میدیم در کره زمین، ولی قبول نداریم که این جهان هستی هم، حالا اسمشو هر چی بذاریم، انرژی مثبت، نیرو، فرشته و هر چی بذاریم، بالاخره یه اصولی حاکمه که ما وقتی خودمون رو با اون منطبق بکنیم، خب رهبری میشیم دیگه، به سمت جلو میریم. کاملا واقعا چیز است. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام علیکم آقای واسیق. وعلیکم سلام و رحمت الله. یورش جان خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ بفرمایید. تشکر، زنده باشین. سلام مجدد تقدیم میمان شما آقای بازرگانی. من خواستم یک سوالی از ایشان داشته باشم. بفرمایید. میشنون برای ایشان پیش گفتن که یهودا سابق در کوره منداختن، در میدادن و اونا هیچ یهودا را اونا اصلا هیچ ارزش انسانی بر از اینا قائل نبودن. ما از اینا سوال میکنم که سوال من طور است که دولت ایران اگه ببینیم تمام مهاجرین افغان که اوجه هستن روزگار بسیار بد دارن، و چند روز پیش هم در یوتیوب یک کلیپی را انداخته بودن که یک افغان هم میزنه پولیسای ایران، بچنان میزنه پتلونش یا شلوارش رو بگویم بیرون میاره، پیسایش رو میگیره و از دیگه نفر رو خلاص میکنه از دستش، باز در طول وقت موتر مندازندش و چیز دوی که از دانش میاد دو بعد رد برزی افغان میگه و میفهمم که افغان است، این مسلمان است، این یهود است، گفته خود از او خونه یا نصارام نیست یا کدام آدم قاتلام نیست، فقط بدبختی است که از وطنش مهاجر شده و امروز خداوند سر از این تو یک روز آورده که آمده در کشور همسایش پناه آورده و اینا هم این تو یک روز بعد، و ما صدها ویدیو داریم از این که استاد کردن، پلیس ها زدن، هر کاری که از دستشان آمده، آیا نظر از اینا درباره امی دولت دجالی ایران چی است؟ تشکر یورش جان، سوالتان گرفتیم. محترم آقای بازرگان صحبت میکنه روشید. بله، خب بنده که مدافع عمل کرده نظام ولایت مطلقه فقیه جمهوری اسلامی ایران که نیستم که حالا بخوام پاسخگوی اونها باشم، چه بسا سختتر از اینا، بدتر از اینا رو هم با مخالفین و اپوزیسیون داخلی انجام داده باشن. به هر حال من که حاکمیت ایران و یه حاکمیت مساوی اسلام نمیدونم، یه حاکمیت بخشی از روحانیت، حاکمیت فقاهتی است که خب خیلی کارا میکنه، ولی این مطلب رو هم نباید از نظر دور داشت که بالاخره یک قوانین و مقرراتی در کشورهای مختلف از نظر مهاجرت و اینها وجود داره، یعنی یه تعهداتی هست. خب سالیان دراز خواهران و برادران افغان در ایران بودن و به هر حال لااقل در بین مردم اینها هیچ تفاوتی نداشتن با بقیه. خب سیاست‌های دولت دیگه بعضی وقتا به این نتیجه میرسن که مثلا مهاجر نپذیرن یا اونا که هستن بهشون اقامت بدن یا ندن، همطور که تو امریکا و جاهای دیگه خب هست. یعنی یه مقداری یه بخشیش جهانیه، همه کشورها دولت‌ها برای خودشون مقرراتی دارن که تا یه مدتی میپذیرن، چون سازمان ملل هم یه کمکایی میکنه، وقتی قطع بشه ندن، خلاصه عذر میخوان و میگن خب تا حالا مثلا مهمون بودین، حالا تشریف ببرین، اگر یه عده‌ای نرن خب به زور مثلا میگیرنشون، چون خب تو امریکا هم اینطوره، خیلی راحت بگیرن دیپورت میکنن دیگه. من نمیخوام دفاع بکنم از اون کاری که شده، میخوام بگم بخشیش جهانی مقرراتی است که کشورها دارن، بخشیش هم به هر حال عملکردی است که خب
این نیروهای انتظامی و نمیدونم اینها دارن دیگه. من در جزئیاتش وارد نیستم، حالا به چه دلیل هست باید پاسخگوش خود اون آقایون باشن، ولی در هر حال اگر خلاف انسانیت و خلاف مهمون نوازی و هر چیزی اسمشو بذارین خلاف عدالت اگر باشه بازیت کنیم، بله بنده خب خیلی بیشتر از اون چیزی که به خود ملت و گروه های مخالف در واقع رفتاره که شده دیگه، همه میدونین یه احتیاجی نیست که بندم بگم. درست است واقعا. برنامه تفاهم در پرده قرآن، بفرمایید. الو، من یک سوال داشتم. بفرمایید. بله بفرمایید. میخواستم بپرسم که اون تصویرهایی که از قرآن اینجا میشه چقدر زیباست. بله. من میخوام ببینم این کشورهای اسلامی، کدوم کشور اسلامی با این تصویر قرآن جلو میرن و چرا اسلام در دنیا همه اینقدر عقب هستن از زندگی. از شما یک کشور اسلامی دیدین که تفاهم باشه، صلح باشه، آزادی باشه، دموکراسی باشه؟ هیچ کدوم از اینا نیست. متاسفانه چرا این وجود داره؟ من دلیلشو میخوام. و اگر که اینجا اشکالی هست، اشتباهی هست، مثل شما آقایونی که من روشن فکر هستین، چرا این کار یه کار نمیکنین که بخواین عوض بشه؟ یه خود برای من میدونم که همه در کشورهای اسلامی همه مقصر نیستن، ولی اون تعداد کمی هم که مقصر هستن اکثرا یا تروریستن یا خیلی از تکی عقب هستن. و چرا روشن فکر رو کار نمی کنن که یه کمی اسلام به حراب نشه، اینقدر مردم فاصله نگیرن؟ من برام خیلی همچی چیزی میخوام بدونم که دلیلش چی هست. ممکنه شما این جواب رو به من بدید. بسیار تشکر، لطف کردید. برنامه هست آقای نیبودی دارن و یکی آقای آقاسی اونجا هستن. اینقدر این زیبا تصویر میکنه، من برام تعجبه چرا این کتاب قرآن که اینقدر زیبا تصویر میشه هیچ کدوم از کشور اسلامی در راحتی و در فکر و در سعین در یعنی هیچی از همه چی عقبه. بلی. من خودم هم ایرانی هستم، من واقعا برام همچیزی مهم شده. واقعا بسیار لطف کردیم، خیلی تشکر از شما خوارگل. آقای بازرگان جواب میگه براتان، ما هم نظرتان هستم در این مورد شخصا. تشکر از تماستان. خب خیلی ممنون از سوال ازنده شما. ببینید، ما حالا از ایران من مثال میزنم. ما قبل از انقلابمون، قبل از 35 سال پیش، یکی از بهترین قانون اساسی ها رو داشتیم که از فرانسه و بلژیک گرفته بودیم، یه مقداری هم در ایران روش کار کرده بودن. ولی چرا ما به قانون عمل نمی کردیم؟ نه شاه عمل می کرد، یعنی فوق قانون بود، نه مردم اصلا محلی بر قانون قائل بودن، در حالی که تو کشور اروپایی می دیدیم قانون قداست داره. مسلمان ها در اون دورانی که به قانونشون عمل می کردن، یعنی بعد از پیامبر، در ظرف 50 سال دنیا رو گرفتن. نه نظر نظامی تنها میگم، فرهنگ و یعنی در دوران قرون وسطا که اروپا در جهالت و دوران تاریک بود که حتی حمام هم نداشتن، دانشگاه که مطلقا نبود، بزرگترین دانشگاه های جهان در کشورهای اسلامی بود. ما اصلا خودمون تاریخ گذشتمون رو ببینیم، کتابای ابن سینا، نمیدونم کتابای رازی، اینا تا 3-4 قرن تو دانشگاه های اروپا تدریس میشد. اصلا دانشگاه در کشورهای اسلامی، چه بغداد چه نمیدونم اندلس، در اونجا بود. کتابای شما تاریخ تمدن ها رو بخونین، تا اواسط قرن 4 و 5 در چند تا سرگردن مسلمان ها نظر فرهنگ و شهرسازی و در رشته های مختلف پایه‌گذار بیشترین رشته های علمی در دنیا، حالا خود مسلمان ها خیلی خبردار نیستن، ولی خب دوران تمدن اسلامی بوده دیگه. در دورانی که مسیحیت، اروپا در جهل مرکب بودن. بله. تمدن ها میگرده دیگه، یعنی دین مثل قانون اساسیه، وقتی عمل بکنن بهش، رعایت بکنن، نتیجه میده. الان ما در دوران افول هستیم، به نسبتی که کشورهای اسلامی بعضی ها تکون خوردن، بعضی بهتری پیدا کردن، مثل ترکیه که خب یه رشدی کرده، خیلی فرق داره با وضعیت ایران، یا مثلا اندونزی، مثلا مالزی یه مقداری، یعنی کاملا یه امر مردمیه، یک چیز در واقع بشریه. حالا ما اسم خودمونو مسلمون گذاشتیم،
حالا من که از افغانستان خبری ندارم، ولی من فکر نمی‌کنم در ایران بیشتر از 10% یا 20% ماکسیمم، اون موقع که لااقل تو ایران بودیم، بیشتر نماز بخونن. اونایی که نماز میخونن 90% اصلا معنای این الفاظو نمیدونن، فقط به عنوان یه عادت میخونن. اونایی که تازه نماز میخونن معناش هم میدونن، شاید تو اونا 5% 10% قرآنو بخونن، اونم قرآن رو برای ثوابش، سوره میگن انا انزلنا رو بخونی حاجتت برآورده میشه، نه به عنوان کتاب راهنمای عمل. یعنی میمونه یه چیزی شاید از مسلمان تو هزارتا، حالا من ملیت های دیگر نمیدونم، شاید یه نفر با قرآن مانوس باشه. آیا این خودش معجزه میکنه؟ قرآنی که ما فقط به گردنمون بزنیم، خونه جدید میخوایم بگیریم بریم قرآن رو بذاریم اونجا تو مراسم عقد و عروسی، سر عروس و داماد، قرآن اصلا تو حوزه علمی ما نیست. علامه طباطبایی که معروف ترین مفسر شیعه است میگه نه فقه ما، نه اصول، نه مکاسب، نه شرایع، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه ای تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشند. این در مقدمه یه تفسیر نوشته، میگه شخص متعلم یعنی طلبه ممکن است به عالی ترین مدارج حوزوی برسد، در آنها متخصص شده اجتهاد کند، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد، یعنی بس مرجع تقلید شیعیان جهان بشه، در عمرش جلد کتابو باز نکرده باشه. قرآن منظور اینو دیگه من نمیگم، اینو آقای طباطبایی میگه. آقای مطهری میگه من رفتم در نجف خدمت آقای خویی، خدمت ایشون عرض کردم که در ایران حوزه علمیه قم تفسیر قرآن آقای طباطبایی شروع کرده. این خاطره مثلا مال 60-50 سال پیشه. میگه آقای خویی گفتن چه تضحیه کرده، یعنی خودشو قربانی کرده، یعنی کسی که تو حوزه قم بخواد به یه جا برسه باید بره فقه اصول بخونه. یعنی قرآن هیچ وقت جزء درسای رسمی حوزه های علمیه ما نبوده. آقای خمینی در یک سخنرانی برای این پاسدارا میگه میگه این را به جد میگویم، نه به تعارف معمولی. خوب دقت کنید، یعنی اینو جدی بگیرید، من اینو رو تعارف نمیگم، بر عمر گذشته خود تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. آقای خمینی اینو توی کتاباشون از شما طلبه های شما پاسداران نمیدونم قرآن و محط نظر خودتون قرار بدین، در مثل این بنده نباشید که وقتی دیگه عمر گذشته به پایان و عمر رسیدم به این فکر بیفتم. یعنی این حتی اعتراف آقای خمینی هم هست، چه برسه که آقای مطهری داره میگه، بزرگترین مفسر ما دارن میگن که آقا قرآن هیچ وقت جزء دروس جدی حوزه علمیه نبوده. یعنی اینا یه سلسله درسای فقه، اصول، مکاسب، شرایع، یه درسایی است که ربطی به قرآن نداره. اصلا قرآن هیچ وقت به عنوان یه تکست بوک، یعنی یه کتابی که روش کار بکنن، اگه جنگ سال 8 سال جنگ ایران عراقه برن ببینن بابا قرآن میپذیره این برادر کشی ها رو جنگ دوتا کشور یا نه، اگر مسئله صلح قرآن صلح رو میپذیره، این همه گفته که فلا تدفعن صلح هند آکا الهی عدو بکی، هیچ وقت صلح رو دفع نکنید، امثال اینا که آیات قرآن هست، این جنحو لسلمه فجنح لها، اگه پیشنهاد صلح دادن حتما بپذیر. چون نپذیرفتن، 8 سال ما تو سر کله هم زدیم با خرج اسلحه های اسرائیل یا امریکا و دیگران. یعنی وقتی که خب معلمین دینی ما، مبلغین دینی ما اصلا آموزش هاشون ربطی با موازین و معیارهای قرآنی نداره، طبیعیه هم چیزای پیش میاد با یه دیدگاه های فقاهتی. البته قرآن هم بالاخره 4%ش فقه جنبه های حقوقی دینه، ولی فقه شده یه سرطان دین. چیزی که 4% کتابه 99% انرژی یک امت رو گرفته، کسانی هم مسلط شدن بر دین و ایمان و زندگی و آخرت مردم که تخصصشون فقط تخصص فقاهتیه. اینی که خب این نتایج رو داره. کشورهای دیگه هم همینطور، عربستان سعودی شما سوابقش رو بخونید، اینا واقعا این خاندان سعودی کیا اینا رو آورد و کار، نقش انگلیس چی بود، امارات رو بخونید، نمیدونم کشورها دیگه برید، کدوم اسلام، کدوم حکومت ها، هیچ کدوم حکومت های، البته اسماشون همه اسلامیه ولی با یک دیدگاه های بسیار مرتجع عقب افتاده و یه خاندان هایی که به ثروت های کلون رسیدن که تو دنیا کمتر رژیم هایی همچی ثروت های کلونی دارن. شما حالا دیگه وقتم نیست دارن، قطر رو شما برید بخونید، نمیدونم جایی دیگه که ثروتمندترین کشور دنیا قطره، این پول از کجا آوردن، اینا سواد دارن، اینا اسلام رو میشناسن
و این مشکلاتی هم که تو سوریه هست بخش عمدش مال قطر، مال عربستان سعودیه. یعنی ما یک گرفتار ظاهرن کشورهای اسلامی شدیم، ولی چیزی که در اونجا پیدا نمیشه اسلام هست. متاسفانه واقعا امی چیز است. و ما بارها یاد کردیم جناب بازرگان که در یک کشور که دو اصل حداقل نباشه، آزادی و عدالت، بله، اسلامی بوده نمیتونه. بله، اصلا در کشورهای ما امی دو اصل وجود نداره، بسیار اندک است. بله. این واقعا اسلام به واسه اسلام در کجا باید باشه؟ برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام عرض کردم. علیکم سلام خدمت شما هستیم، بفرمایید. حال شما خوبه؟ من شنیدم که آقای بازرگان گفتن که در قدیم اسلام که وقتی آمدن واقعا به اصطلاح سیویلیزیشن و تمام چیزای جدید رو بردن به اروپا، و من قبول دارم اینو که اون رنسانسی که در اروپا شد من فکر کنم همزمان بوده با دیانت اسلام، بحثی درش نیست. ولی این سوال برای من پیش اومد که اگر اسلام در اون موقع اینقدر موفق بوده و واقعا اثر گذاشته در دنیا، شاید مثلا 1400 سال پیش قوانین و اصول اسلام برای دنیا خیلی موفق بوده. آیا این سال پیش نمیاد پدان دیگه علتی که مسائلی که ما داریم این است که اسلام دیگه جوابگوی مسائل دنیا نیست، که ما این همه مسئله داریم در دنیا؟ آیا ممکنه اینجور باشه یا نه؟ خیلی متشکرم. بسیار تشکر، لطف کردین، سوال خوبتان، خدا نگهدار. ببینید اسلام که برای آموزش علوم و تکنولوژی نیامده، هیچ جای قرآن هم صحبت از این که به ما بخواد آموزش این چیزها رو بده نیست. قرآن کتاب هدایت برای آشنا کردن بندگان با آفریدگار خودشون و ابدیت و اخلاق و این مسائل هست. اسلام با خودش چنین چیزی رو نیاورد. تا اواخر دوران تمدن اسلامی هم این پیشرفت ها عمدتاً در ایران یا در اندلس بود، یعنی این دوتا مهد تمدنی که اون موقع وجود داشتن. یعنی فرهنگ اسلامی که به وجود آمد، ببینید در قرآن خب توصیه های زیادی به تفکر، تعقل، این مسائل شده. قبلا تو ایران ما رژیم کاستی ساسانی داشتیم که آموزش علوم فقط مختص طبقات وابسته به دربار بود، یعنی مشاغل در جای خودشون بودن، کشاورز باید کشاورز میشد، فینه‌دوز باید فینه‌دوز میشد، هر کسی در شغل خودش، بچه‌ها و نسل بعد نسلن در نسل. یعنی علم بسیار محدود بود در یه حوزه‌های خیلی وابسته به اون نظام. وقتی که خب این اتفاق افتاد، اون نظام فرو پاشیده شد و علم آزاد شد، از اون قفس محدودیت طبقاتی خارج شد. و بعد چون قلمرو به فتوحات گسترده شد، زبان مشترک به وجود آمد، زبان عربی مثل انگلیسی که امروز امکان انتقال دانش رو فراهم میکنه، یعنی ایرانیان تونستن علوم هند رو بگیرن بخونن، از مصر کتابا ترجمه شد، از یونان ترجمه شد. بزرگترین مترجم کتابای دوران تمدن یونان مسلمان ها بودن که از طریق مسلمانان کتابای عربی به دنیای امروز رسید. و تبادل‌های فرهنگی با اندلس که در اون موقع اونها مسلمان شده، یعنی زبان مشترک و تشویق و توصیه فراوان هم قرآن به علم آموزی و هم پیامبر که فرمود که اطلب العلم ولو بسین، برین دنبال علم، حتی چین اون موقع خیلی دورتر بود، یا طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، آموزش علمی فریضه است، یه واجب خدایی چه زن چه مرد مسلمان. مجموع این تشویق ها باعث شد اون تمدنی که به وجود آمد دنیا رو در واقع گرفت. یعنی نه اینکه اسلام آورده باشه، اسلام به معنی اینکه بگیم قرآن این آموزش های علمی رو داده. وقتی که مسلمان ها دنبال این موضوعات رفتند، خب پیشرفت کردند. از موقعی که همه علوم، اول فلسفه تعطیل شد، بعد آموزش‌های علوم تعطیل شد، در دوران به خصوص سلجوقیان و غیره، وقتی که نظامی‌ها به وجود آمد، دولتی شد، یعنی آزادی‌ها از دست رفت، علوم گفتن فلسفه گمراه کننده است، این علوم دنیایی هم اینا دنیایی است، حتی در متأسفانه مثنوی مولوی هم یه مقداری
حمله به سلاح هندسه و نجوم و نمیدونم این حرفا شده، احساس میکردن که از دین جدا میکنه. آزادی ها وقتی رفت و علم محدود شد به علم فقه، از اون موقع سرطانی امت اسلام رو گرفت. ما از اون شیبه هایی که قبلا پایه‌گذارش بودیم، شیبه در واقع مشاهده و تجربه رفتن تو طبیعت، شناخت به اصطلاح آیات خدا در طبیعت، آمدیم تو حوزه های بسته محدود فقاهت، سقوط کردیم و اروپا درست جریان برعکس و بعد از رنسانس طی کرد. بنابراین قرآن به معنای به اصطلاح کتاب راهنمای علم نبود که بگیم حالا اون موقع پاسخگو بود. اون موقع این پیام ها رو گرفتند، رفتن سراغ طبیعت، دانشمندان بزرگی، حالا فرصت نیست توی جلسه مگه بذارین بد نیست که چگونه در علوم مختلف ریاضیات، فیزیک، حتی زیست شناسی، حتی پزشکی و رشته‌های دیگه، چگونه این تحول در به خصوص دو قطب بزرگ در جهان اون موقع در واقع بود. یکی ایران که اون موقع خوبی تمدنی بود، زمینه علمیش رو زیاد داشت، دانشمندان بسیار بزرگی در نجوم، در پزشکی، در شیمی، اینها خب تحلیل دنیای اون روز دادیم، هم در اندلس، البته جای دیگه بغداد هم همینطور یواش یواش خب اسلام گسترش پیدا کرد. اینی که الان ما متاسفانه به شدت عقب افتادیم، یعنی در کشور اسلامی هم توجه به جنبه علمی هست ولی در مقایسه با قطب های علم و تکنولوژی دنیا ما فرسنگ ها هنوز عقبیم. شرخه بسیم و این که اشاره کردیم که مسئله فقه تقریبا در حدود 3-4% بیش نیست در قرآن عظیمشان و واقعا امروز همه را فرا گرفته. خب بدبختی در همی جست بردی که همه را در دنبال تشریفات فقهی اینا کشاندن و از اصل دین که قرآن است، از اصل اصول قرآنی دور کردن مردم را. و این بدبختی است که امروز ما دست پنجم راش نهار میکنیم. بله برنامه تفاهم در پرتو قرآن، بفرمایید. آقای وسیق درود میفرستم برادر. سلام علیکم آقای بازرگان. آقای بازرگان عزیز، من با شما درود میفرستم و بینون یک هموطنی هم زبان خود مشق با شما افتخار میکنم. ولی امیدوارستم که چیزی را که بیشتر مقالطه و مغلطه و در قدرش مثلا صحبت میکنیم واقعیت ها را با مردم نمیبیم، به ایمان چسب میزنیم در قدر خود را بر جامعه امروزی اسلامی برحت میتیم، دیگر را با کافر گفتن و بیدین گفتن و مخاطب قرار میتیم. خدمت شما عرض کنم که بیشتر شما صحبت کردین روی مسئله آنچه دو دوستی عزیز ما، خواهر گرامی ایرانی ما و این برادری که صحبت کردن، ما با صحبت از این هر جلو بیترام قرار میتیم. ولی شما بیشتر موضوع راجع به خمینی صحبت کردین. ببینین اگر ما تاریخ خمینی را اگر بس مطالعه بکنیم، فکر میکنم که برنامه های بسیار فرومایه بوده که تن بدن تاریخ میلرزه. یک نقطه. نقطه دیگر شما گفتین بدپرست ها. مردم هندوستان با شرفترین انسان ها در کره زمین هستن، امروز اونا بدپرست هستن. ما کوتاه برای شما میگم، نمیتونم بحث ها را روی ازی فوکس میکنم که خلاصه با شما باید بحث داشته باشم. شما پیشتر یک موضوع دیگر یاد کردین که جهان غرب یا دوره ایساق نیوتون، دوره جان لاک و در قرن 526 سختن زنها را به نام شیطان در اروپا، ما برای شما اعترام میکنم، این کفی بسار بجای است. ولی نقطه دیگر شما گفتین که امروز جهان اروپا از ابن سینا چیزی را آموخت و امروز مثلا مریخیان، اما تاریخ ابن سینا را شما بخونید که ابن سینا تحقش سلطان محمود غزنوی چی کرده و مریخیان اون مرد با شرف پرفتخار زبان فارس بخونید که چی کار کردن اینا تحقش همی عربا و آمدیم راجع به فردوسی. چرا زمانی که فردوسی وفات میکنه امام غزالی توسی در خانش در قبرستان دفن کردن نمیمانه، بعد از آمدن شاه اسماعیل صفوی چگونه فردوسی را قبرش میکشن، یک دره کاریش میکنن بعد میسوزانن، و چرا دوره آفیس آرون رشید. اما ما تاریخ را بخوانیم، آیا ما پیش از او زردشتیای شریف در سرزمین خراسان و در سرزمین اندوستان و در سرزمین آریانا
به خانه ما خوابیده بودیم، این عربای بیابانگرد آمدن بر کشور ما، ما را شمشیر زدن، نره تکبیر الله اکبر گفتن، آی صادق خداوند تعالی بود یا همین عربا آمدن در طی 50 سال سر ما را بریدن، به نام ابو غریبه و به نام ابو سفیان جنایتکار آمدن، به ناموس ما تجاوز کردن، فرهنگ عزت سرزمین تاراج کردن. ما تا امروز بدبخت هستیم، 1400 سال چیزی به نام اختراع، به نام چیزی فرهنگ انسانی ما در سرزمین های کشور اسلامی نمیبینیم، جز کشتار، جز قتل، جز جنایت، دیگر چیزی بدبختی را به بار نمیارن. ولی امیدوار هستم که شما باید تفکر خود تغییر بدین. خمینی صحبت میکنین ولی تاریخ خمینی را بخونین که چی کارایی نبوده که بر جهان امروز کردن اینها. اون برادر دیگر بیشتر روی مسئله مهاجرت افغانستان صحبت کردن و شما در حقیقت از کتمان کردین آقای نیست صحبت کردن. آمدیم در موضوع عربستان سعودی که امروز 1,800,000 بیچاره یمنی و کشور مالی را عربای جهنمی جنایتکار وابیایی که امروز بیش از 370 میدان هوایی امریکا در کشورش است، 1,700,000 در قطر و ابوظبی و بحرین و شارجه است. چرا روی از این موضوعات قاطعیت صحبت نمی کنیم؟ فقط یک نقطه را افتیم کافر و مسلمان روش صحبت کردیم. تشکر از شما. تشکر. فکر میکنم مسئله کافر اینا را شما به شکل دیگه یاد کردین، اینا به شکل دیگه گرفتن که دیگه کافر است. منظور زنا نبوده. مگر بفرمایید شما اگر نکاتی هست. ده ده ها مسئله این برادر ارجمند مطرح کردن که آدم نمیدونه از کجا شروع بکنه به کجا بپردازه در این برنامه خیلی محدود. من در واقع اینجور قضاوت در بست رو نسبت به اینکه عربا آمدن این چنین کردن، درست مثل این یک کسی بگه افغان ها اینطوری هن، یا بگه فارس ها اینجوری هن، یا بگه امریکایی ها اینجوری هن. بالاخره آدم ها تو هر جامعهی بد و خوب دارن. در اون چه که خب فاتحین عرب حالا سر ایران یا افغانستان یا جای دیگه آوردن، خب شک نیست. ولی یه مقداری عمیق‌تر وقتی در تاریخ بریم، خب عربایی که در منطقه عربستان یا عراق فعلی اونجا بودن، خب اینا قرنها تحت سلطه رژیم ساسانی و هخامنشی و اشکانی ایران بودن. شاپور زولکتاف کتفای اینا رو سوراخ میکردن، هزار هزار مثل نخلی که تسبیح که میکشن. یعنی قرنها عربا زیر سلطه و ظلم رژیمهای مقتدر ابرقدرت ایران در اون دوران بودن. برای اولین بار زمان ابوبکر یه سرداری به نام مسنا در واقع به هیره که تحت نفوذ ایران بوده، هیره تقریبا عراق فعلی بوده، یه دسترازی میکنه اونجا، یه جنگ منطقه‌ای شروع میشه. رژیم ساسانی ایران به شدت بهش بر میخوره. ما ایرانی ها خیلی برامون این سنگینه که چرا عربا به ما حمله کردن، ولی یادمون میره که 4 حمله بزرگ رو ما ایرانی ها به عرب ها کردیم. یعنی بعد از فوت پیامبر شما 4 نبرد اولو بخونین، عمدتاً در بین النهرینه، در محل هیره عراق فعلیه که ایران حمله کرده. یعنی برای اینکه اون جنبشی که به وجود آمده بود اینا رو از بین ببرن، با یه تکبری هم اون رژیمی که خب در ایران بود حتی نامه پیامبر اسلام هم پاره کرد. و اتفاقاً من یه نامه ای از خلیفه دوم دیدم که بعد از اون موفقیتی که در نبرد دوم یا سوم به دست آورده بودن، میگه ما از خدا میخوایم که بین ما و ایران یک جبالی، یک کوه بلندی باشه که نه ما به اون طرف بریم نه اونا به این طرف بیان. یعنی در واقع نبرد، چون اون موقع ایران ابرقدرت ایران و روم جهانی بودن دیگه، اینا نمیتونستن تحمل بکنن یه قدرتی داره در منطقه نفوذشون پا میگیره. برای سرکوب و از بین بردن اونجا لشکرکشی ها از این طرف شروع شد. ولی چون رژیم ساسانی بسیار ظلم و ستم بود، دستگاه دینداریشون بدتر از امروز حتی بود، موبدانی که بودن اون موقع‌ها پدر مردم رو درآورده بودن، مالیات ها بیداد میکرد، رژیم سستی بود، پوسیده بود، نتونست در برابر یک به اصطلاح جنبشی که جنبش ایمانی مقاومت کنه، خب شکست خورد. البته بعدن عربا هم که آمدن تو ایران دوران به اصطلاح بعد از اون خلفا دیگه، اونام رو عادت عربی خودشون دونه دونه شهرها رو گرفتن و ظلم و ستمای فراوانی کردن. هیچ کدوم اینا هم کار قرآنی نبود. شما در هیچ جای قرآن جنگ ابتدایی، جنگ تهاجمی نمیبینین. در قرآن فقط جنگ دفاعیه. یعنی حق نداشتن اونا بیان تو ایران یا جای دیگه.
البته با زور رفتن اروپا رو هم گرفتن، ولی با زور هم قتل عام شدن، در آندلس برگشتن. تو ایران هم خب اون جنایت ها شد، اولا رفتی به اسلام نداشت این فتوحات، و بعدم در واقع خب آثار منفیش همچنان هم الان مونده. من عرضم اینه که قرآن چنین چیزی رو تجویز نکرده، قرآن دفاع رو، جهاد رو بسیار تشویق کرده، ولی برای دفع مهاجمه، برای بیرون راندن دشمنه، ولی ادامه دادن، تعقیب کردن و رفتن یه سرزمین رو گرفتن، این از خوی به اصطلاح دوران همون بنی امیه و بعد بنی عباس سرزده، و اینم نمیشه به حساب یه ملت گذاشت. که من خواهش میکنم این عنوان، این که این عربای مثلا آنچنان آمدن، در واقع توهین به یک جمعیت عظیمی از مردم عربی که تو دنیا در انسان خوب و خراب در همین کارش هستن. باید گفت اون کسانی که این کار رو کردن. واقعا و همین نکته مسئله جنگ اینا رو که شما یاد کردین، که مسئله تجاوز و واقعا چقدر زیبا معایی رو که شما خواندید در سوره انفال، خداوند میفرماید که و این جنه لسلم فجهلها، اگر اونا ولو در حالت دفاع هم هستید، شما جنگتان دفاعی است، اما اگر طرف مقابل حاضر میشه به صلح، شما بلا فاصله باید صلح بکنید. حتی آیه بعدیش و این یورید و این یخدعون که فین حسبک الله، حتی اگر اونا قصد فریب هم داشته باشن، باید توی تصمیم قبول باید. یعنی واقعا از این کرده دیگه بالا یعنی صلح را چی باید قرآن بگوید بیشتره. واقعا بسیار زیبا است. بیننده گرامی، بازم میریم به اعلان تجارتی دیگه میریم و لحظات بعد دوباره در خدمتتان هستیم و خطایتان رو میگیریم. خطا روشن شد. با ما باشید. تشکر. احسان امان، هنرمند محبوب دلها. دلبرا بیایید این شب پرخاطره را با هنرمند خوش آواز کشور احسان امان و تاریخ 30 نوامبر 2013 با هم یک جا تجلیل نماییم. محل کنسرت سالون باشکوه فناش، واقع شهر تایسنز کارنر ویرجینیا. عاشق تر از پیشم کنم، ساقی بده پیمانه، زان می که بخشم. تکت ها را می توانید از وبسایت ایسانامان.com خریداری نمایید. برای معلومات بیشتر به شماره تلفن 703-581-4544 تماس حاصل فرمایید. اگر به دنبال شیک‌ترین مبلمان و دیگر وسایل خانه خود در طرح‌های تردیشنال، مدرن و ترانزیشنال هستید، از بنتیز ایتالیا دیدن فرمایید. در بنتیز ایتالیا تمام طرح‌ها در زیر یک سقف فراهم شده و با استفاده از بهترین رنگ، پارچه، طرح به سراسر دنیا صادر می‌شود. 310-768-3814 بنتیز ایتالیا با بیش از 25 سال سابقه از شما دعوت می کند تا از شوروم خود در 18554 ساوت سوزانا رود در شهر رانچو دومینگس در نزدیکی فریوی 405 و 710 یا از بنتیزایتالیا.com دیدن فرمایید. 310-768-3814 چلی چتنی رستوران. اگر میخواهید از مهمانان عزیزتان در محیط گرم و خانوادگی با غذاهای لذیذ افغانی پذیرایی نمایید، در رستوران چلی چتنی تشریف بیاورید. چلی چتنی رستوران جدید خود را در شهر لیفارس کالیفرنیا با گنجایش 180 نفر در دو سالون تأسیس نموده است. چلی چتنی، محافل خوشی، ختم قرآن عظیمشان، کنفرانس ها و هر نوع کیترنگ شما را با قیمت نازل و سرویس عالی می پذیرد.
آدرس 24301 میرلند بولوارد سویت A لیک فورست کالیفرنیا 92630. شماره تلفن 949-859-1778. At age 45, Cindy still looks impossibly young and gorgeous. Oh my gosh, she's just stunning. Her skin is just amazing. And so I feel like now I have a chance. Cindy Crawford is one of the most beautiful women on earth. She's iconic. And the buzz is like, what is she doing? I want to have what Cindy has. How does Cindy do it? Her secret is renowned French anti-aging specialist, Dr. Jean-Louis Sebag. He's been called the Wonder Doctor, a miracle worker, and the youth guru. Dr. Jean-Louis Sebag is a super exclusive doctor in Paris. I was 28 when I first went to him, and I instantly noticed that my skin just came alive. And that was it. It was kind of love at first sight. Dr. Sebag's treatments are in such demand. Models, celebrities, and even VIP clients wait months just to get an appointment with him. Scientists have discovered a rare vine-ripened melon with astonishing youth-preserving properties. Check out this time-lapse video showing how an ordinary melon wrinkles, ages, and decays, while the remarkable melon on the right stays fresh and firm. No wonder they call Dr. Sebag's signature ingredient the youth molecule. The wrinkle-smoothing capsules, these are magic. You open it up, you squeeze it out on your hand, and when you put it on, it feels velvety. I think this is my friend. Just $39.95 for everything you see here. بدونیا رستورانت خوش آمدید. با غذاهای متنوع، آشپزان مجرب و فضای گرم در خدمت شما می باشیم. از غذاهای لذیذ ما 7 روز هفته برای صرف غذای چاشت و شام لذت ببرید. دنیا رستوران با مدیریت هاشم عباسی در قلب الکساندریا ورجینیا آماده پذیرایی از شما. کیترینگ برای محافل خوشی شما در ورجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند با بیمه بیش از $1,000,000 نیز پذیرفته می شود. شماره تماس 703-212-85-11. برای معلومات بیشتر با وبسایت dunyabanquet.com مراجعه نمایید. دنیا رستوران مهماندار همیشگی شما. خب بیننده بسیار محترم، بازم در خدمتتان هستیم. جای بسیار خوشی است با محترم مهندس بازرگان و یک تفاوت، یک تنوع این میاد در برنامه ها. وقتاً فوقتاً نشان زحمت میدیم که بیاین و صحبت های در موارد مختلف داشته باشیم و اینام که با این مسئولیتی که دارن میاین تشریف میارن، ممنون احسانشان هستیم. صحبت ها را ادامه میتیم و ما یک سوال خدمتتان، مسئله یک دوست یک چند هفته قبل صحبت کردن سر مسئله، چون صحبت ما سر مسئله نزول قرآن کریم در قلب پیامبر خدا بود و اونا سوال کردن چطور، یعنی قلب خوب جاییست که خون را پمپ میکنه و این آن، یعنی چطوری که قرآن در قلب مبارک چطور نازل شده. من توضیحات دادم اما شاید هم که بهتر خواهد بود که شما میگم توضیحات در این مورد بتین، اگر نظرات داشته باشین باز دوستان مستفید میشن از پیش. بله، خب این اختصاصی به قرآن نداره، تو همه زبان ها در همه فرهنگ های دنیا شخصیت انسان رو، حالا روحش و نفسش و هرچی اسم بذاریم، به قلب نسبت میدن جایگاهو.
هارت در واقع هم انگلیسا میگن، فرانسویا میگن، آلمانا میگن، هر جای دنیا بگیریم قلب رو میدونن. ما ایرانی ها مثلا میگیم که دلم سوخت، قلبم ریخ یه مرتبه، دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارم، برای آنکه گلی بو کنم دماغ ندارم. دلم گرفته، دل آدم که نمیگیره قلب، اینا سکته میکنه. همش دل در واقع، چه فرهنگ فارسی نمیدونم، همه زبان ها از گذشته. حالا چرا به دل نسبت دادن؟ چون تنها عضو درونی ما که تغییر میکنه بر حسب وضعیت های بیرونی دله. ما وقتی که از یه چیزی میترسیم دلمون میریزه، هیچ وقت مغزمون احساس نمیکنه که ما مغز داریم. هیچ حالتی ما احساسی از کلیه‌مون نداریم، از کبدمون نداریم، ولی قلبمونه که تاپ تاپ میزنه. یعنی در یه هیجان وقتی هستیم، وقتی میترسیم، یعنی قلب، خود کلمه قلبم تقلب، قلب یعنی زیر و رو شدن. یعنی چون ظهور حالتهای درونی خودمون رو در قلب احساس میکنیم، شاید به این دلیل که همه فرهنگ ها به قلب نسبت دادن. طبیعتاً هم در زبان عربی هم خب همینطوره دیگه. قلب وگرنه خب همه میدونن که یه تلمبه خون رسانه فقط. اگه بگیریم مغز، خب کجای مغزه؟ سلولای مغز کجا میتونیم بگیم شخصیت مثلا در مغزه؟ البته از نظر خب فیزیولوژی میگن این کورتکس، قسمت جلو مثلا، شخصیت هر کسی عمدتا در این بخش پشت پیشانی. تعبیر ناسیه را هم قرآن داره که ناسیه، هر کس ناسیه، درست یعنی پشت پیشانی. شخصیت انسان در واقع اونجاست، ولی معلوم نیست که واقعا حالا اسمشو اگر روح بذاریم، اگر نفس بذاریم کجاست. بله. اگر اون چیزی که حالا ما هیچ شناختی برش نداریم، جایگاهشو نمیتونیم تعریف کنیم، ولی بالاخره ما یه شخصیتی، یه چیزی داریم، صرف نظر از این به اصطلاح جوارحی که در درونمون قرار داره. به هر حال همه فرهنگا اینو به قلب نسبت دادن. حالا یا شاید همینطور که وقتی آدم میمیره، حتی خود قلب همچنان اون قسمت داخلی خودش داره میزنه، نقطه شروع در واقع بچه‌م که به دنیا میاد، یا هر حیوانی، هر کبوتری، از اول یه نقطه خاصی در قلبه که اون تپش آغاز میشه. آیا چون به اصطلاح یه قسمت مستقل مغزم از کار بیفته، اون قسمت درونی مغز یه جاییست که اون چیزای پالس های الکتریکی رو میفرسه؟ شاید مثلا یک منشأی از اونجا باشه که من دانشی ندارم در این مورد، نخوندم هم نشنیدم هم کسی دیگه هم چیزی رو بیان کرده باشه که جایگاه من، ما اون مثلا خودمون کجاست. من بیشتر فکر میکنم جنبه فرهنگی داره که در هیچ زبانی هم استثنا نیست که انسانو مثلا به شکمش نسبت بدن یا به مغزش. ملی. بیشتر به دل در واقع. ملی. اونی که معروف شده لاغت، انسان ها میتونن با هم تبادل پیدا بکنن. یه هم اکتور که عرض کردم میگن خیلی دل سنگ شده مثلا، اصطلاحات زیاد داریم. بله. ما هم در زبان فارسی ما هم دا دلگیر شدم، دلم شکست، واقعا دلم شکست، دلم پرواز کرد. بله. دلشو خوشحال بکن. کاملا. خب کاملا. همش دل دیگه. بله. واقعا بسیار تشکر و بیم که میخواد دیگران بگیریم بیم که دوست بفرمایید. برنامه تفاهم در پرده قرآن. آقای محمد واسیق، سلام با شما و مهمان محترم شما از آلمان شما. خواهش میکنم بفرمایید. برای یک دقیقه بفرمایید. خواهش میکنم. اجازه است؟ بله بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بله بفرمایید. محترم برای آقای بازرگانم سلام و احترامات خود تبدیل میکنم. یک تفسیر یک کوچه، همین گروه های خوناشامی که در دوره یزید و یزیدی ها یا متواری شدن، یا سر و کله یزی ها، یا خودشان اعتراف میکنن، مثلا همین آقای مجددی ها، گیلانی ها میگن که ما از امو اولاده حضرت عمر هستیم. یک تداری از یه از جنگ های پانیپت که جنگ های تاریخی بود فراری شدم، از وقتی که یا نواسه و نواده پیغمبر ما را صاحب شهید ساختن این طایفه و قومی، اگر تش جنون عجیبی به خلافت و سفیر بودن و امیر بودن و شاه بودن دارن، ای کاش کمی جنون و دیوانگی و خون اماما رو یا ریختن و شمیدن به واسطه عدالت باشه، بلکه به واسطه ظلم، خونریزی و جنایت است. این یزیدی ها صاحب در کشور ما وقتی به قدرت میرسم، نه به رئیس جمهور رحم میکنم، نه به حمال رحم میکنم، نه به زن، نه به اطفال، چنان که یا طفل 3 ساله امام حسین شلاق زدن،
زنها را یا اسیر ساختن. این سی ارزان در دوره تجاوز یعنی یزیدی های طالب صاحب که چی بلای در روی سرک ها و جادا به سر زن مسلمان افغان آوردن. شما حالی ها منکر هستم در حیات شما ببینیم مسجد بود به نام صادقه ای را به نام مسجد حضرت ماویه نامگذاری کردم. من یک شب از این آقایون از این ملا من احترام زیادم بده از اینا دارم یه وقت عصبانی میشم چیزی که در دهانی از اینا میبرویست میگم گفتم شما حالی های رافیزی کافر امام حسین شهید ساختین. خب شما ببینیم آیا شما یک شیعه را در جهان نام بگیرین که اسم از عبدالرحمن ابن ملجم باشد یا عبدالرحمن باشد؟ مردم حتی از یه سب نفرت دارد. حالا که برادر یا کلم بودن به شکل مدرنتر با واسه جنون قدرت ببینین چی انتحاری میکنم چی خودکشی میکنم برای سبقت جستن جای گرفتن و ریزت شدن در بهشت سگواری های عمل انتحاری انجام میده. شما اگر ببینیم آقای بازرگان هیچ هزاری کار نمیکنه انتحار نمیکنه کدام تاجیک کده کدام ایرانی کدام یهودی کدام هندو انتخار کرده. تمام مساجد یاد زایدان پایگاه بمبگذاری انتحاری ساخته بودند. همه سیستم کانالیزیسیون مشهد و تشنابان از سنگ و قلخ مالی خود یا بند ساخته بودند. هنیال شما بودن به قندار یا صاحب بچه را به خود سیغه نمی کنم نکاه می کنم. برادر آقای کرزای چی کسی کشت؟ اینا اجازه نمیدم صاحب. اگر ما نطفه طالب و اینا را یک گل سوالی از خونسان از روی زمین به خدا یار ما نست و نابود میسازیم، مسائل مطبوعاتی و سیاسی کشور ما همه مصفیز واضح میگم چرا تیاره های بی پلوت مناطق طالب ها را بمبارد میکنن؟ او طرف میره که ای وحشی ها را میزنه امریکا میخواه از بین ببره در افغانستان یا خود تکه تکه و پارچه پارچه میکنم هم وطن های طالب از یا تروریزم خصوصی امروز معلوم است که در وجودی کیست چی کسای تروریزم انجام میدن. پیشتر و خواهر ما آمده فکر که تمام مسلمان ها نبرادن امروز 47 کشور در کشور ما آمده امریکا آمده ما تروریست هستیم. شوروی در کشور ما آمد به نام طالب. ما طالب نداریم در افغانستان. ما فخر المدارس نداشتیم اونجا که درس طالبی را بده. ما به چشم خود این که همون کورس های آیس های میخورم یک شش ماه پنجابی هست پشتو یاد میگیره چند تا قنداری هم به صفت ترجمان و پیشرو خودی ها آوردم. شما یک نفر از قوم دیگر طایفه افغانستان در بین از جا نمیبینین. یا اگر اجازه بده گفتم به هر قماندان جهادی افغانستان امیال هم بدنامترین ما در بین از یا دوستم برای هم اجازه بده ما امیال در این بلسوالی علمند و نمیفهمون قندار نفرهای خود افغانهای شجاع زن و مرد ما میریم ما یار از صفحه روزگار گم میکنیم صاحب. یا به خاطر مسائل قومگرایی خود برای از اینا میخوایم این مردم از اینا بترسانم چی معنا داره صاحب که یا سگ و ریمه هم خود شهید میسازم و انفجار میتم خود صاحب. شما در باره از اینا صاحب صحبت کنیم من دیگه وقت شما عزیزان نمیگیرم یعنی مثلا یا از فرار روزی که جهادی ها فرار کردم خب میگن که یا ما چه قسم مردم شمالی را در دادیم اما روزی که طالب بیغیرت از افغانهایی که وقتی که نوبتی از یا رسید که به طرف شمالی هم رکنم این بیغیرت ها خود را چه هم انداختم از دست توفنگ از یا را بگیری سبیان نه زور داره نه ایمان داره نه غیرت دارم به نام اسلام سر کدام اسلام شما دیدی سر که توفنگ بچه های افسالی از یا سر توفنگ سر زانیش ماندگیش او طرف خط بوری میگه ایز دایز ما ناموس سر نه یا درس میخونه سر نه یا سر بسکری میکنه نه یا مالیات میته سر اما تو زور گفته رئیس سر تمام از یا ریش میمونه سر تو از امو از کلیشش که میرسه تا میر آقبت تا که زنده است سر بیریش خود کل نمیکنه بدون امو توفنگ به دنیا میکنه امو توفنگ هم میمونه. وقتی که داریم آقای محمودی وسیع بسیار تشکر از مهمان محترم شما که با حوصله فراخ سوال ها جوابات ما را همیشه گوش میکنم و جواب میدم هم تشکر لطف کردین. خواهش میکنم. چیز نکته دارین میخواییم بگید یا؟ بله خب استفاده کردیم از سخنان شما. بله خب در اسلام ما چیزی نه به نام ترور داریم نه گروه های بسیار انتحاری داریم. خب در قرآن یک کلمه نداریم در زمان پیامبر هم چنین چیزایی نبوده. حتی خود رسول اسلام فرمود در اسلام یقید الفتح که یعنی فتح یعنی ترور ترور رو مقید کرده یعنی سخن پیامبره که اون هم ممنوعه. ترور اصلا نداریم یعنی یه مؤمن هیچ وقت کسی رو غافلگیر نمی کنه. مرد و مردونه خب اعلام جنگ میکنه و طرف با علم و آگاهی میاد ولی
این در واقع شما یه گربه رو وقتی توی اتاق بذارید، درو ببندین، هی اذیتش کنین، گربه میاد به شما پنجه میزنه. حالا بسیاری از این رفتارها تو کشور اسلامی از بس اینا ستم کشیدن، ظلم بهشون شده، حالا تو فلسطین یا تو مثلا افغانستان، عراق و جای دیگه، اینا همه راه ها به سوشون بسته شده. وقتی یه ملتی میدون بهش نمیدن بیاد حرفشو بزنه، وقتی زبان ها رو میبرن نمیتونه حرف بزنه، قلم ها رو میشکنن نمیتونه بنویسه، امکان حضور در جامعه نداره که تخلیه بشه، خواستهاشو بیاد بگه، وقتی آزادی توی مملکتی نباشه میخواد منفجر بشه، عقده در درون میشه، خب زورش که نمیرسه به طرفایی که معتقده که اونها مثلا چنین کردن، به خودش بم میبنده، اون کسی که دیگه به خودش بم میبنده میره تو مثلا یه پادگان امریکایی یا اینور یا اونور. این نشون میده برای مسئله شخصی خودش نیست، این زله شده، دیده مادر و پدرش کشته شدن، خواهرش ریپ شده، نمیدونم یا بچهش کشته شده زیر این بمباران، دیگه ذوقی به زندگی نداره، وابستگی به این دنیا نداره. یعنی بخشیش در واقع فشار فوق‌العاده ای است که به این کشورهای اسلامی، چه از ناحیه حکومت‌های خودشون، ظلم و ستمی که شده، چیز کسانی که به نام دین بر اونها سلطه پیدا کردن، چه کشورهای حالا استعماری اون دورانی که استعمار سلاح کهنه بود، چه استعمار نو، چه وضعیت امروز، بخشیش یک به اصطلاح ریاکشن طبیعی انسانه، انسانی که مضطر شده، انسانی که در بنبست، انسانی که هزاران جنایت رو با پوست و گوشت و استخونش احساس کرده، دیگه نمیشه انتظار یک رفتار معقول از او داشت. بخشیش هم به خاطر جهالت، نمیدونن که خب چنین چیزایی دین نیستش، دین نگفته، با کتاب خدا، با سنت پیامبر این شیوه ها عمل نمیکنه، نتیجه معکوس میده. بنابراین اونم که آموزشی هم نگرفته از دین، ولی چون مسلمان ها این کار میکنن همه دنیا به نام اسلام میذارن. به نظر من راهش هم چیزی نیست جز این که اونایی که آگاهی دارن بگن بابا این راهی که تو میره به هیچ جا نمیرسه. ببینید آلمان شکست خورده جنگ بود، جنگ دوم، و ژاپن، ارتش امریکا هم تو کشور اینا حضور داشت که اینا دیگه نتونن مقاومت کنن و ارتشی دو مرتبه. چطور شده که الان تو اروپا آلمان اقتصاد یکو داره، ژاپن هم این برای دنیا از نظر تکنولوژی و تعداد اختراعات از امریکا هم بیشتره، اینا که فوش ندادن کار انتحاری، حالا تو جنگ بله داستان جدایی تو جنگ، ولی بعد از جنگ که دیگه نه شعار مرگ بر امریکا و نمیدونم به خود نمیدونم بمبستن و ترور و بمبگذاری تو اینجا و اونجا که نداشتن اینا، ولی کار کردن، یعنی به این نتیجه رسیدن که غلبه کردن به امریکا که ما که زورمون به اونا نمیرسه، ارتش نداریم، در میدون تکنولوژی ما جلو میریم، در میدون علم میریم. الان خب چرا بزرگترین طلبکار امریکا چینه؟ چین چیکار کرده؟ ژاپن چطور ماشیناش امریکا رو تسخیر کرده؟ صنعتش، تکنولوژی، حرف اولو اینا دارن میزنن، اینا که فوش ندادن. این کشورهای اسلامی هم باید به این نتیجه برسن که دنیای زور گذشت دیگه، نمیخوام بگم الان نیست، ولی الان چیزای دیگه حرف اولو تو دنیا میزنن. الان افکار عمومی دنیا بسیار مهمه. امریکا وقتی میخواد به عراق حمله کنه دو سال بعد تبلیغ کنه، ایران که اینقدر الان داره تو این جریان هستی، خب دو سه سال است، چهار سال دنیا همجور موندن، همه اروپا نیروهای برتر با هم محتمل نمیتونن، چون افکار عمومی دنیا مسئله است الان. نه. تکنولوژی مهمه، علم مهمه، یعنی فاکتورهای دیگه است که قدرت ملت رو تعیین میکنه. واقعا. ما باید به این برسیم، بدونیم راه غلبه نمیتونیم با اسلحه‌ای که از اونا میخریم با اونا غلبه بکنیم، با هواپیما، با تانکا، با توفنگا، همه چیز که صد مرتبه بهترش اونا داره. واقعا. و بدبختی تمام همی که یک تعداد جوان ها را میبرن در پاکستان شوی مغزی میتن و اینا من پس دوباره در حالت انتحاری اینا خودم میدازن و میکشن. همی جوان ها اگر جوان های با فهم و با درک هستن برای تحصیل و دانش های خود بکوشن تا ملت آباد کنن، تا یک خرابش بکنن و از بین ببرن. بله. برنامه تفاهم در پرتاب قرآن بفرمایید. درود به شما جناب محترم. سلام خواهر گلم، چطور هستین؟ ساعت شما خوب؟ من نباشین.
درود جداگانه دارم به مهمان محترم شما. سلامت باشین. و اگر اجازه محترم باشه یک سوال داشتم از پیشم. بفرمایید. خواهرم هم از اون پاس صحبت میکنن. بله. من میخواستم سوال من در مورد سوره اخلاص بود. جنابشان در مورد تسلیمی فرمودن، در مورد شکرگزاری فرمودن و از این قبیل. بله. آیه اول سوره اخلاص میگه که خداوند یگانه. آیه دومش میگه که بی‌نیاز است و چیز ضرورت نداره. بنابراین به شکرگزاری و تسلیم بودن انسان ها هم واضح یعنی جمعیت ضرورت نداره. سوم میگه دعای خود که کس را نزاده و کس از او زاییده نشده. یعنی ای که وجود مادی نداره چون که از کس به دنیا آمده و آیه چهارمش میگه که هیچ موجود به مثل از او نیست. بنابراین به شکل انسان هم به شکل خدا فریده نشده همچنانه که به یک کتابهای دیگر گفته میشه. وقتی یک نتیجه گیری زمین سوره میکنیم اتاب نشان میکنه که بنابراین خداوند دربار نداشته، پیغام رسان و پوسترسان هم نداشته و سخن هم نمیگفته. پس امی هر آنچی که به نام کلام خدا بالای انسان ها قبولانده شده از کجا میاید؟ اینمی سوره اینمی را رد میکنه، مطلقا رد میکنه و سوره از هیچ کتاب نیست، از قرآن است و در مورد قرآن هم گفته شده که هیچ نوادستکاری نشده و این در لوح محفوظ است و از این قبیل چیزا. اگر جناب شما در این مورد کم معلومات بتن. یا بسیار تشکر از سوال خوبتن. و میخواستم برشان بگم گرش که اینا خودشان هم میفهمن، اما چون کرفر هستم به حساب ای که قلب بر حسر هدایت دماغ خونه به اشتار باید پمپ بکنه، بناهن تپش زیادتر میکنه. اما آنچه که در مورد فکر کردن است، صحبت کردن است یا پیام به جای رساندن است باید مغز باشه. هی که در قرآنی نامده بسیار واضح و روشن است که در این زمان مغز را نشناختن. برشان میخواستم امیر یادواری کنم. روز نهایت نکو شما هر جان بسیار تشکر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتن. بله من نمیدونم درست گرفتم فرمایش این خانم یا نه که خداوند مستقیم با انسان ها سوره اخلاص مطرح کردن. سوره اخلاص بله. مطرح کردن نظر به آیات سوره اخلاص این آیات کردن که خب خداوند از جسم بوده نمیتانه و خداوند فرستنده یا پیامبر نداشته، به این معنی که پیامبر این آیات نکردن. پوسترسان اینا گفتن یعنی کسی نیست که بیارن چون خدا صحبت نمی کنه و گپ نمی زنه و اینا. بسی چیزا از کجا آمد یعنی چطور شد اینا؟ بله خب خدایی که به هر حال از زاویه نگرش دنیای امروز میشه تعریف کرد، خدایی که یه گوشه ای از خلقتش 400 بیلیون کهکشانه که تو هر کدوم میلیون ها خورشید که بعضی هاشم صدها برابر از خورشید ما بزرگتر هستن یا هزاران برابر، و تازه این مجموعه رو میگن 4% جهانه، 26% بلک متره، تا اینجامش 30% 70% بلک انرژیه که هیچ شناختی ما نداریم. خب خدای این چنین با این عظمت، آیا انتظار ما یک بشر ناچیز رو کره زمین که از پیدایش انسان روی کره زمین انسان اولیه، حالا به هر شکلی آدم بوده یا میمون بوده، کمتر از 1,000,000 سال میگذره. حالا عمر زمین که مثلا 4.6 بیلیون سال گذشته، یعنی ما یک موجود تازه پا به عرصه وجود گذاشته ایم در کره زمین. آیا انتظار داریم که با خدای با این عظمت هم کلام بشیم؟ طبیعتاً شما اگر بخوان با یه مورچه‌ای مثلا یک صحبتی بکنین، یه پیامی به یه مورچه بدین، طبیعتاً اون چیزی رو که میخوان به یه مورچه یا به یه میکروب یا آمیب مثلا یک تغییراتی ایجاد بکنید، این رو به صورت امواجی یا تأثیرات شیمیایی که او بفهمه و بتونه ریاکشن نشون بده. یعنی اینی که قرآن میگه که ما این کتاب رو خدا میگه نازل کردیم، نازل نه که از بالا به پایین افتاده باشه، نزول یعنی مطلب. ریاضیات عالی رو تو کلاس اول 2 تا 4 تا نازل میکنن تا یه بچه بفهمه. همه علوم برای بچه که تازه پا به مدرسه گذاشته نازل میشه، یعنی خداوند از طریق رسولان که ما با اون همزبان باشیم
میگه که خداوند در قلب پیامبر، این قلبش یعنی مرکز شناختش، به یه آگاهیایی رسید تحت تأثیر اون انرژی خدایی، الهامات بگیریم هرچی اسمشو مثلا بگذاریم. یعنی این کلمه رسولان رو صدها بار در قرآن آورده این مطلب که کسانی رو خداوند رسول فرستاده. حالا میگه که هیچ انسانی نمیتونه با خدا مستقیم صحبت کنه، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یا از طریق وحی، یعنی وحی یعنی غیر سخن متعارف، یعنی به یه نحوی در درونش چنین چیزی القا میشه، او من برای حجاب، یا با یه فیلتر یه واسطه‌ای تا بتونه اون بفهمه، او یرسل رسولا، یا رسولی میفرسته، جبرئیلی یا مثلا پیامبری، و یوها به اذنه، با اذن خداوند به او وحی میکنه این رو. یعنی مستقیم امکان پذیر نیست مگر اینکه در دل آدم در واقع یه چیزی خطور کرده باشه، الهامات خدایی بوده باشه، وگرنه مستقیم که کسی نمیتونه با خدا هم سخن بشه، خدا رو هم نمیشه اصلا دید. این داستان در قرآن آمده، حضرت موسی به خداوند میگه خدای خودتو نشون بدی